ما گرفتار یک حاکمیتی هستیم عزیزان من که این شعارهای قشنگی میداد. ما خصم ظالمین هستیم، یاور مظلومین، شعار می نوشتن تو در دیوار. من گاهی اوقات به خودم میگم اگر همه هنرمندا جمع بشن، همه مجسمه سازا، موسیقیدان ها، شعرا، داستان نویسا، بخوان یک مظلوم رو ترسیم بکنن، تصویر بکنن، میشه مادر ستار بهشتی. یک حاکمیت رو در نظر بگیرید، ایستاده در یک طرف، یه مادر ستار بهشتی در یه طرف، این داره برای اون یقه میدرانه. ما گرفتار یک این حاکمیتی هستیم که یقه میدرانه برای مادر ستار بهشتی. فردا 18 تیر ماه، فردا 18 تیر ماه، 15 سال این مادر رفت آمد کرده به دستگاه قضایی این کشوری که شعارش رو میده که من یاور مظلومین هستم. و همینجوری که گفتن، دقیق از یک پاسخ مختصر که تکلیف این رو روشن کنن. فردا 18 تیره، 18 تیر فرزند دانشجوی این مادر رو بردن و امروز که 15 سال از این ماجرا داره میگذره او رو سرگردان کردن، همه جا بردن، آوردن، بردن، آوردن. من میخوام بگم این توهین به انسانیته. نمیگم یک سمت قضیه حاکمیتی است که عربده میکشه و مثلا آمریکا رو به عنوان هماورد خودش تلقی میکنه، یک طنز بزرگی است که ما گرفتارش شدیم. چند وقت پیش یه آقایی به من زنگ زد، گفتش که یه زندانی هست، همسرش رو بردن توی زندان و این همسر حرفای عجیبی داره، شما بیاید بشنوید. من رفتم، خانم زندانی، این بانو 35 سالش بود، 35 سالش بود، بعد همسرش رو بردن زندان برای اینکه همسر این بانوی 35 ساله رو به زانو در بیارن. 45 روز این زن رو بردن تو سلول انفرادی، از ساعت 10 شب تا 4-5 صبح از او بازجویی کردن. و وقتی من با این زن صحبت میکردم میگفت از 10 شب تا 4-5 صبح اینا 5-6 نفر بودن، دست به بدن من میکشیدن. میگفتن لحظه هایی که شما با همسرت همبستر میشی، ریز به ریزش رو برای ما بگی. این در یک نظام اسلامی داره صورت میگیره. میگفت منو مجبور میکردن که من صحنه های آمیزش خودم رو با همسرم ریز به ریز تعریف کنم با صدای بلند و اینا اصلا توجهی نمیکردن به گریه های من. این توی این حاکمیت داره اتفاق میفته. بعد شما میشنوید که مثلا مادر سعید زینبی 15 ساله سرگردانه و از این اتاق به اون اتاق، از این دستگاه به اون دستگاه. من یک نگاه کلی میخوام بکنم به این که آقا مثلا روحانیت دنبال چیست؟ رهبر دنبال چیست؟ این لباس آخوندی، این لباس مثلا عبا و قبا و عمامه، مگر نه اینکه در پس و پشتش یک تاریخ نهفته است که حرف از انسانیت میزنن، حرف از ادب میزنن، حرف از مسلمانی میزنن؟ مگر میشه کسی عمامه بر سرش باشه و آدم بکشه؟ تو این انقلاب، تو این انقلاب ثابت شد که میشه. دارم همین رو میگم. مگر میشد تصور کرد که کسی عبا و عمامه بر تن بکنه و دروغ بگه و آدم بکشه و مصادره بکنه؟ ما توی این 35 سال باور کردیم که این شدنی است. روحانیان ما ثابت کردن که میتونن آدم بکشن، روحانیان ما ثابت کردن که میتونن دروغ بگن، مصادره بکنن، فریب بدن، دروغ بگن و زندگی ها رو جارو بکنن و به کسی هم پاسخگو نباشه. شما یک نمونه نشون بدید که یک امام جمعه محاکمه شده به خاطر مفاسدش، یک آخوند مسئول محاکمه شده به خاطر مفاسدش، میبرن تو دادگاه ویژه روحانیت، اونجا به صلاح مالکشی میکنن، تمومش میره. چرا نباید یک روحانی به خاطر مفاسدش آشکارا محاکمه بشه؟ بعد ما انتظار داریم که مثلا زندانی های ما براشون دادگاه تشکیل میدن و بدون اینکه اصلا خبر داشته باشه براش زندان میبرن. این سرزمین عجایب که میگن اینجاست. یعنی من به این داستان آلیس در سرزمین عجایب که نگاه میکنم، میگم
همه ما انگار یه آلیس هستیم در این سرزمین و به عجایبی گرفتار شدیم. این دختر من الان خیلی سوزناک گریست، اصلا یه جراحتی به قلب همه ما وارد کرد. این دختریست که برادرش سعید زینالی 15 ساله نیست، میگه من کوچک بودم، یک چهره ای از خاطرات در ذهن من هست. در تک تک این رنج ها امضای روحانیان نشسته، امضای رهبر نشسته، امضای کسانی نشسته که یک روز بر منبر می نشستن، سخن از پاکی می گفتن، سخن از درستی می گفتن. گرفتاری امروز ما اینه که به اسم خدا آدم می کشن، به اسم خدا دروغ می گن و به اسم خدا اموال مردم رو مصادره می کنن و به اسم خدا مفسده ایجاد می کنن. این مشکل بزرگیست که خانم مادر سعید زینالی ما گرفتارش هستیم. شما 15 سال سرگردانید به شکل اساسی، ولی این مردم 35 سال سرگردان هم به شکل نمادین. من شاید قریب 5-6 سال بارهای بزرگ جهالت رو از ذهنم بر زمین گذاشتم، ولی باور کنید هر وقت زنگ در به صدا در میاد میفهمم که اونهایی که در مزان اتهام بودن چجوری تن و بدنشون میدرزیده. این توی این جامعه داره اتفاق میفته، هر زنگ در تن و بدن مردم رو لرزونده و ما تعجب میکنیم که چرا مثلا داعش ظهور میکنه، طالبان ظهور میکنه. مگر کشتارهایی که خلخالی ایجاد کرد تفاوتی با داعش داره؟ داعش به شکل مدرن آدم میکشه، ردیف میکنه، تق تق تق. اونا مثلا یه مقدار مثلا اسلامیزش میکردن. و من الان با یک پرسش بزرگ روبرو شدم که آیا کاری که خلخالی کرد، کاری که امام خمینی کرد، کاری که این روزا آخوندا میکنن، آیا برخواسته از ذات اسلامه؟